با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشاءالله در هر جای دنیا که حضور دارید موفق، سلامت و معید باشید. مجلس فقری امشب رو با قرائت فاتحه آغاز میکنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف، بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین، حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقده الشریف، الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العلي العظيم. چند آیه از سوره مبارکه الاعراف رو خدمتتون عرض کردم و در این آیات نکات بسیار مهمی درباره تاریخ اون ودیعه امانت الهی بیان شده که به عرضتون میرسونم. بفرمایید. درست خوب. So today's class started with the recitation from the verses of the Surah Al-Araf. And so it's to do with the God's safekeeping of the velayat within the heart of the representative of God. And so this is what the topic of today's class is. Heute hat Sayed die Sura Al-Araf rezitiert. Und hier geht es um die velayat, also die Heiligkeit und die Verbindung zu Gott, die der Repräsentant Gottes im Herzen trägt. Und hier wollen wir heute tiefer einsteigen. در
جلسات مجالس قبلی در مباحثی که قرآن مجید بیان فرموده به عرضتون رسونده شد که پیغمبر خدا، ولی خدا، اون کسی که ودیعه آسمانی به امانت در اختیارشه، ایشون خودش میدونه که الان امانتدار این ودیعه هست، اما بحث بر سر ابلاغ این امر به سایرینه، اعلان این امر، اعلان یعنی علنی کردنش برای عمومه. حال رسول اکرم پیغمبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون بهشون ابلاغ شده که شما پیغمبر خدا هستید، اما به ایشون هنوز ابلاغ نشده که این امر رو علنی بفرمایید. تا زمانی که مقرر شده در اون زمان به پیغمبر دستور داده میشه که شما خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که اون کسی که دارین دنبالش میگردین، اون کسی که منتظر ظهورش هستید، محمد ابن عبدالله، خودش رو محمد ابن عبدالله اعلام. اینی که میفرماید قول، یعنی الان این دستور به ایشون داده میشه، یعنی اینو بگو. چی رو بگو؟ این امر رو اعلان بکن. خطاب به کی؟ خطاب به مردم. خطاب به مردم، بگو به مردم، یا ایها الناس، ای مردم، انی، این خطاب عامه، یا ایها الناس، یعنی اینجا قومیت، فرهنگ، زبان، نژاد، دین، آیین، کیش، این حرفا مطرح نیست. اون مجموعه‌ای که بهشون مردم اطلاق میشه مخاطب پیغمبر هستن. دستور به پیغمبر داده میشه که شما برو اون وسط بگو یا ایها الناس انی رسول الله علیکم، من رسول خدا هستم که به مأموریت به جانب شما مبعوث شدم، این رو بگو. و پیغمبر اکرم این رو بیان میفرمایند و میگن. توجه بفرمایید، یعنی استثناء نمی کنه، میفرماید قول بگو یا ایها الناس، ای مردم، انی رسول الله الیکم جمیعا، یعنی بر همه شما، یعنی بر عموم مردم. این اطلاق عامه، نه اینکه به یک گروهی از مردم باشه به دیگران نباشه، نه، عامه، جمیعا. بفرم. So, so it remind us that, that previously he's talked about that representative God, who is a messenger of God, already knows himself that he is the messenger of God, but he doesn't announce this, and this until he's been told by the high by God to announce this. So even though he knows who he is and he is the representative of God, he's not allowed to announce this until he's commanded to do so. And in the verses, the Quran which Sayyid recited, is this is the point where God tells Prophet Muhammad to announce that he is the messenger of God. But also in these verses, God is very specific. He says, make this announcement to everybody, but just don't make the announcement to a particular section of society. Make this the general statement, as the announcement to everybody in society, no matter what their beliefs is, where they come from, which their ethnic origin, which culture, whatever it is. Just whoever is there, make a general announcement that I am the best messenger of God. Make this announcement public to everybody. And so it's an inclusive message that he makes to everybody who is around him. And he does so because God commands him, now is the time for you to make the announcement. And because of the God's command, he makes this announcement to the people, to the public at large.
Seyed erinnert uns auch noch einmal daran, dass der Repräsentant Gottes zwar selbst weiß, weil es ihm gesagt wurde, dass er der Repräsentant Gottes ist, aber solange ihm nicht der Befehl gegeben wird, der Auftrag gegeben wird, dieses kundzutun, also das heißt, den Menschen um sich herum dieses zu sagen, wird er auch nicht sagen, weil er diesen Auftrag noch nicht bekommen hat. Seine Aufgabe ist es nur, das zu tun, was ihm gesagt wird. Und solange ihm dieses nicht von Gott direkt, konkret gesagt wird, sagt er auch nichts. Es gibt aber diesen einen Punkt im Koran, wo Gott zu dem Propheten Muhammad sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass du zu den Menschen sprichst und ihnen sagst, dass du mein Repräsentant bist. Und hier wird explizit aber auch von Gott gesagt, dass der Prophet Muhammad nicht nur zu irgendwelchen Leuten dieses sagen soll, sondern zu allen Menschen, egal welcher Religion, egal welcher Abstammung, diese Nachricht, die er kundtun soll, das heißt, diese Botschaft soll er zu allen Menschen kundtun, zu allen, die ihn hören. Und dieses genau zu dem Zeitpunkt, genau in dem Moment, in dem Gott ihm dieses befiehlt und zu ihm sagt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass er dieses kundtut. آمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذي يؤمن بالله و کلماته و تبعوه لعلكم تهتدون، یعنی پس پیغمبر خودشون رو معرفی میفرمایند به عنوان اینکه ایشون صاحب فرمان الهی هستند و سپس میفرمایند ای مردم این امر رو من به شما ابلاغ کردم و سپس میفرمایند پس یک به خداوند ایمان بیارید و به رسول خداوند ایمان بیارید، اون رسولی که خودش ایمان آورده به خدا و به کلمات خدا ایمان آورده، و از او تبعیت کنید و تبعوه لعلکم تهتدون، اینجوری به راه راست هدایت میشید. پس وقتی که رسول اکرم مأمور به ابلاغ و مأمور به اعلان میشند، خودشون رو معرفی میکنن، فقط مقصودی نیست که ایشون خودشون رو معرفی کنن، بلکه دعوت میکنند، دعوت میفرمایند به این که حالا از این به بعد شما الان وقتی متوجه شدید که ایشون رسول خدا و صاحب فرمانه، حالا به خدا و به رسول خدا ایمان بیارید، رسول خدایی که به نوشته های خداوند، به کلمات خداوند و به خداوند ایمان داره. اگر این کارو بکنید و ازش تبعیت بکنید هدایت میشید، یعنی هدایت میشید به سمت کمال، به سمت ارتقاء روحی، به سمت اعتلاء معنوی. اهمیتش در اینه. بفرمایید. So Say said that when the Prophet Muhammad makes the announcement, it's not a simple announcement, because he actually is also making an invitation to the people and general public, because he says that I'm the messenger of God. And he says, oh people, believe and have faith in God and his messenger, because his messenger has faith and belief in God. And if you want to follow the straight path towards evolution and towards perfection, listen to the message that I as a representative of God give you. So by listening to Prophet Muhammad, the people who listen to him follow the straight path towards path of guidance towards perfection. And this is an important message and is an invitation of Prophet Muhammad for everybody to towards God and also towards himself as the messenger of guidance towards God and the straight path towards evolution and perfection. Was hier auch noch wichtig ist zu verstehen, ist, dass der Repräsentant Gottes, der Prophet Muhammad, hier nicht einfach nur kundtun soll, dass er der Gesandte Gottes ist, sondern die Leute zeitgleich auch einladen soll, diese Einladung anzunehmen, diesen Pfad anzunehmen, diesen Pfad, der in Richtung Einheit, der in Richtung
substanzielle Evolution der Menschen geht und der in Richtung der Einheit der Gesellschaft und der Menschen geht. Hier ist es auch dieses, was wichtig ist, dass man versteht, dass er die Menschen einlädt, diesen Weg einzugehen, diesen Weg zu folgen und Vertrauen zu schöpfen an den Repräsentanten Gottes, an den Propheten Gottes, seinen Worten zu lauschen und seinem Rat zu folgen. خب اینجا پیغمبر اکرم تشریف آوردند و می‌فرمایند که من پیغمبر خدا هستم. اشخاصی که مخاطب ایشون هستند از کجا بدونند که ایشون پیغمبر خدا هستند یا نیستند؟ از کجا مشخص میشه؟ اگر یه نفر دیگه یه هم بیاد همین حرفو بزنه فردا، یکی از مثلا از این طرف شبه جزیره العرب بیاد، یکی از اون سمت بیاد، از هر طرف یکی بیاد و همین حرفو بزنه، از کجا مردم بفهمند که کی درست میگه کی درست نمیگه؟ چطور بتونن حق و باطل رو از هم دیگه تفکیک بکنن؟ بحثت اینه دیگه، یعنی هر کسی میتونه بیاده همچین حرف بزنه، اما اینجا یه حقی وجود داره و یه مقدار زیادی باطل وجود داره. نمیشه بگیم که چون این و اون و اون و اون باطلن پس اصلا حقی وجود نداره و چون رسول اکرم حق پس همه اونای دیگه هم حق. نه، راه تشخیص حق از باطل چیه؟ چطور بفهمن که کیا باطلن و کی حقه؟ That's cool. So Sayyid said that here the Prophet Muhammad makes the announcement that I'm the representative of God, and so it's an invitation. But the Sayyid said that this invitation is opened by Prophet Muhammad, but it doesn't mean other people can't make the same claim. So other people can say, I'm a prophet of God, make the same claim. The question is, how do people know the Prophet Muhammad's claim is right and the truth, and others are claims is falsehood? So this is an important point that the people need to recognize, because just because Prophet Muhammad is stating the truth doesn't mean everybody who's saying that I'm representative of God is also truthful. Or if a lot of people are saying that they're representative of God, doesn't mean the Prophet Muhammad is not telling the truth. So distinguish between the right and falsehood, it's something that the people need to decide. And between the right, the truthful messenger of God, and those who falsely claim to be messenger of God. So this is the point that Sayyid is trying to make. How do people recognize the true messenger from the false messengers? Nun kommt der Prophet Mohammed, der Repräsentant Gottes, und sagt, dass er der Repräsentant Gottes ist, weil ihm so von Gott befohlen wurde. Jetzt gibt es aber rechts und links neben ihm auch viele andere Leute, die etwas Ähnliches von sich behaupten. Dabei ist es aber klar, dass diese Leute höchstwahrscheinlich keine Repräsentanten Gottes sind, denn Gott hat zu einer Zeit an einem Ort nur diesen einen Repräsentanten Gottes, nämlich Mohammed, gebracht. Nun stellt sich die Frage, wie kann man das auseinanderhalten? Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, dass all diese falschen Propheten ja höchstwahrscheinlich falsche Propheten sind. Und oft ist es auch so, dass man dieses eindeutig sehen kann. Nun könnte man ja den Rückkehrschluss ziehen und sagen, dass der Prophet Mohammed eventuell auch ein falscher Prophet wäre. Und die Frage, die Sayyid hier aufwerfen möchte, ist, wie kann man nun unterscheiden, wer ist der wahre Prophet, wer ist der wahre Repräsentant Gottes und wer alles sind die falschen Repräsentanten Gottes, die falschen Propheten, die ihre Stimme erheben. خب وقتی رسول اکرم این مطلب رو تشویقولن بیان فرمودند به عموم مردم، تو عموم مردم یه عده‌ای بت‌پرست بودن، اصلا خدا رو قبول نداشتن، بت‌ها رو قبول داشتن، و یه عده‌ای بودند که پیروان انجیل بودند،
کتاب آسمانی. یه عده‌ای بودند که پیروان تورات بودند، کتاب آسمانی. یه عده‌ای بودند که پیروان حضرت زرتشت و کتاب حضرت زرتشت، گاتاها و اوستا بودند، مثل جناب سلمان فارسی. اینها، این اشخاص که کتاب‌های آسمانی داشتند و خداوند رو، خدای لاشریک رو بهش ایمان داشتند و اهل کتاب بودند، اینها به اون نشانی هایی که رسول اکرم ارائه فرمودند در کتاب خودشون رجوع کردند و سر تعظیم در برابر ایشون فرود آوردند و رسالت ایشون رو تایید کردند و تسلیمشون شد. اما اون کسانی که اصلا خدا رو قبول نداشتند، خب مسلما رسالت رسول خدا را نمیتونستن قبول داشته بود، یعنی نشانه ای نداشتن که بهش رجوع کنن. اگه بهشون گفته میشود تو فلان کتاب آسمانی اینو نوشته، اینو گفتن کتاب آسمانی چی اصلا؟ یعنی باید به هر حال یک مناطی وجود داشته باشه، یک معیاری وجود داشته باشه که بر مبنای اون حق و باطل از همدیگه تشخیص داده بشه. برای یه عده‌ای که معیار و منات ندارند، اصلا حق و باطلی مفهوم پیدا نمی‌کنه. حق و باطل جایی مفهوم پیدا می‌کنه که شما یه وسیله سنجش داشته باشید، یه ترازویی داشته باشید. بفهم. So Sayyid Seven Prophet Muhammad made this announcement to the general public. The general public consists of certain groups. One section of the public were in effect didn't believe in God. They believed in the idols and they worshipped the idols. So they didn't have any belief other than the idols have. Another section of the public were the followers of the Torah. So they were Jewish people. Another followers of people who were followers of the Bible, who were Christians. Another group of people were followers of Zoroastrian book, Avesta. So these are the people of the books. And so in this case, the Prophet Muhammad made mention of the signs in the books. Those who followed the sacred books looked at signs, and then and when the signs correspond to the message of Prophet Muhammad, they accepted Prophet Muhammad's representation. Because the signs in the book were, in effect, the measuring stick they could use to measure falsehood from truth. They could distinguish the truth message of Prophet Muhammad from the false messengers. But the people who were idol worshippers, they didn't have a book, or in order to, so therefore they didn't have a measuring stick to measure the validity of Prophet Muhammad's message. And for them it didn't make a difference if he was telling the truth or not, because for them they had no measuring stick. Somebody who doesn't have a measuring stick to measure falsehood or truth, he or she doesn't care. It doesn't have any means of measuring. Therefore, doesn't care. It's indifferent. So the people who are idol worshippers, in effect, they ignore the prophet message's signs because they had no measuring stick to see the signs that he was saying as true or not, because they weren't interested. They didn't have any measuring stick to do that. So therefore, they had to ignore Prophet Muhammad's message altogether. Nun, was waren das für Leute, die der Prophet Muhammad angerufen hat und aufgerufen hat, seiner Botschaft zu horchen? Einerseits waren das Götzenanbeter, die an keinen Gott an sich, also an keinen einzelnen Gott an sich geglaubt haben und nicht aus der Tradition kamen, aus der der Prophet Muhammad beispielsweise kam. Dann gab es die Juden, die beispielsweise Anhänger der Tora waren. Dann gab es auf der anderen Seite die Christen, die die Bücher der Bibel und die Evangelien hatten. Dann gab es wiederum aber auch, wie Salman Farsi, die Zoroastrier, die die Gathahas und die das Avesta hatten und hier sozusagen ein Buch hatten, an das sie sich halten konnten. Und all diese Völker oder Stämme, die diese Bücher hatten, also die Schriftgelehrten waren oder das Volk des Buches waren, all die hatten ein
Maßstab. Und zwar der Maßstab war ihr jeweiliges Buch, welches sie nehmen konnten und welches sie vergleichen konnten mit dem Koran und der Lehre, die der Prophet Mohammed gebracht hat. Und dieses Maß konnten sie anlegen, um zu sehen, ob das, was der Prophet Mohammed sagt, dem entspricht, was in ihren heiligen Büchern steht oder nicht. Weil der Prophet Mohammed beruft sich ja auch auf diese Traditionen, die vor ihm gekommen sind. Das heißt, sie hatten einen Maßstab, in dem sie den Propheten Mohammed einschätzen konnten. Nun ist es aber so, dass die Leute, die keine, also nicht das Volk des Buches waren, also die Götzenanbeter, sie hatten keinen so einen Maßstab. Das heißt, sie konnten nicht den Propheten Mohammed so einschätzen, basierend auf ihren Büchern, die sie hatten, weil das, was sie hatten, war nicht in der Tradition des Propheten Mohammed und sie konnten es so gesehen dann nicht einschätzen. Nun stellt sich die Frage, wie können Sie oder welchen Maßstab können Sie ansetzen, um zu sehen, ob der Prophet Mohammed wirklich ein Prophet ist oder nicht? وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یعنی از قوم موسی علیه السلام یعنی از قوم یهود یعنی از بنی اسرائیل امتی هستند که اینها منات دارند یعنی ترازو دارند و با اون ترازوشون حق و از باطل تمییز میدن تفکیک میکنن جدا میکنن مبناشون راهیابی هدایت جویی بر اساس حقه یهدون بالحق و بهی یعنی به حق یعدلون میزان سنجششون برای تعیین عدالت حقه حق و یهدون بالحق و قطب نماشون که اینها رو به سمت اعتلا هدایت میکنه حق اینها کیا هستند؟ اینها کسانی هستند که رجوع میکنند به اون چیزی که مکتوبه اندهون فتورات بالانجیل و تصدیق میکنند صحت رسالت رسول اکرم یه وسیله سنجش دارن به اون نگاه میکنن و میگن که بله ایشون پیغمبر خدا هستن و مشخصات ایشون ویژگی های ایشون در این کتاب و در اون کتاب کتاب های آسمانی ثبت شده ضبط شده نوشته شده ما تصدیق میکنیم اینها چون وسیله سنجش دارند راه به حق میبرند دچار انحراف و کجراه نمیشند بفرد چش خوب So Said recites certain verses of the Quran, and he's and the Quran says that between the people of Moses, or the Jewish community, there are a group of people who have the measuring stick, means of measurement of truth and falsehood. So they have this ability to measure falsehood from truth, and therefore these people can the point towards justice based on the truth by using this measuring. The measurement stick of the truth versus falsehood. These people are the ones that can tell that the Prophet Muhammad is what he's saying is that he is the true representative of God, because the signs that Prophet Muhammad is mentioning are mentioned in the books of these people. So this is how they evaluate Prophet Muhammad's claim that he's representative of God. They look there and in their books and look for the signs that he's saying, and when the signs match to what he's saying, they accept Prophet Muhammad's as a messenger of God.
So it is this reference that the Quran makes to this community as a means of measuring the true representative from the false representatives. So this is that, and because they have this, they are this community are a means of verification of Prophet Muhammad's claim. So they are the yardstick for measuring the true validity of Prophet Muhammad's claim. In einigen Versen, die Seyed gerade rezitiert hat, wird das Volk der Anhänger von Moses, also der Juden, angesprochen. Und hier wird gesagt, dass innerhalb dieses Volkes Gelehrte sind, die die Zeichen, die der Prophet Muhammad aufzeigt, erkennen können und diese mit den Zeichen, die in ihren Büchern niedergeschrieben sind, vergleichen können. Und wenn sie sehen, dass diese Zeichen den Zeichen des Propheten Muhammad entsprechen, haben sie hier einen Maßstab, den sie anlegen können und dadurch Wahrheit von Täuschung unterscheiden können. Nämlich dadurch sehen, dass die Zeichen, die in ihren Büchern niedergeschrieben sind, genau die Zeichen sind, die der Prophet Muhammad auch aufzeigt. Und dadurch können diese Leute bestätigen, dass der Prophet Muhammad ein wahrhaftiger Prophet ist. اینجاست که قرآن مجید میفرماید الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. این همه آدم اومدن ادعا کردن که ما صاحب امانت الهی، امانت دار ودیعه الهی هستیم، ما الان ولی اللهیم، ما الان رسول اللهیم، ما الان نبی اللهیم. اما اون کسانی که خبره هستند و منات تشخیص دارند از میون این همه مدعی که بالقوه میتونه وجود داشته باشه، اون کسی رو که بر حق تشخیص میدهند، برای اینکه مشخصاتی ازش ذکر شده که در دیگران نیست، اون مشخصات، اون اوصافی که اون ولی خدا بهش توصیف شده راهنمای این افرادیه که میتونن تصدیق بکنن به حق که کی رسول اللهه و کی نیست، کی ولی اللهه و کیا نیستند. اینجاست که میفرماید الذین یتبعون، کسانی که تبعیت میکنن از کی؟ از رسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا اندهم فی التورات و الانجیل، که اوصافش ثبت شده، موجوده در کتابهای آسمانی، امثال تورات، امثال انجیل و سایر کتابها. وگرنه چجوری میشه که آخه سلمان فارسی از اون ور دنیا بلندش بیاد بره مدینه خدمت رسول اکرم و تصدیق کنه که ایشون پیغمبر خدا و صاحب ودیعه الهی هستن، در حالی که کسانی که تو خود مدینه هستن و تو خود مکه هستن و کسانی که خانواده پیغمبر هستن، نزدیکترین آدم ها بهشون هستن، محروم از درک اینه. چرا؟ برای اینکه اونا وسیله سنجش حق ندارند، اونا بت پرستند. ابو جهل بت پرست بوده، جزء قریش بوده، جزء خانواده پیغمبر بوده، ولی بت پرست بوده، پس منات تشخیص نداشته و سایری. اما اون کسی که از اونجا صهیب رومی وقتی از بیزانس بلند میشه و میاد به مدینه، میره خدمت رسول اکرم و تصدیق میکنه که ایشون پیغمبر خدا هستن، به خاطر اینکه ایشون در انجیل اوصاف اون کسی رو که صاحب ودیعه الهیه باهاش آشنا بوده، چون با انجیل آشنا بوده، منات تشخیص داشته. و من قوم موسا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. بفهم چه
Sure. So Sayyid makes a reference to the verses of the Quran where the Quran calls out the experts, the experts of who are expert of the sacred books, and these experts know the signs that tells them who is a true representative of God. So there are many people claiming to be representative of God, but because there are signs that these people have and the access to it in their books, they can distinguish between false claims and true claims. So it is this the signs that they have in their books recorded is the measuring or the yardstick they use to verify a certain person's claim or Muhammad's claim and reject other people's claim. So this is important. For example, Salman of Farsi, who was Zoroastrian, came all the way from Persia to Saudi Arabia, to the Arabian Peninsula, to see Prophet Muhammad, to accept him as a prophet, because he had seen the signs in his book. And so therefore he followed the signs. Or another person that came from the Eastern Byzantine Empire, and who came and was a Christian, he came to the Arabian Peninsula to accept the Prophet messengers, Prophet Muhammad as a messenger of God, because he had seen the signs in the Bible. So he followed the signs, and in order to verify that the Prophet Muhammad is the representative of God, and therefore became his follower. But in the same time, the people who were actually part of Prophet Muhammad's own family, like Abu Jahl, who was an idol worshiper, didn't accept Prophet Muhammad. So the close people, even to Prophet Muhammad, within his own family, didn't accept it because they didn't have a measuring stick, because they didn't have a sacred book with signs, and they were not experts. So they rejected Prophet Muhammad's claim. So we see that the people who were actually have a family of Prophet Muhammad rejected him, some of them, while others who were not even in a close family, were miles away, came to him because they had the means of verifying the validity of his claim in their books. So like Salman of Farsi or Suhail from Byzantine. So these are the means of measuring who makes the correct claim of the representative of God and who makes the false claims. Und der Koran spricht hier direkt die Leute an, die Völker ihrer eigenen Bücher, diese heiligen Bücher sind, und sagt zu ihnen, dass sie nachprüfen sollen, basierend auf ihren Büchern, basierend auf den Zeichen, die in ihren Büchern stehen, und diese vergleichen sollen mit den Zeichen, die der Prophet Muhammad aufweist. Und so ist es gewesen, dass unter anderem beispielsweise ein Mann aus dem Byzantinischen Reich, ein Christ, gekommen ist zu dem Propheten Muhammad und zu ihm eben genau deswegen gekommen ist, weil er die Zeichen, die er in der Bibel und im Evangelium gefunden hat, in dem Propheten Muhammad selbst gesehen hat. Und so ist auch Salman Farsi gekommen, der Zoroastrier war und der Gelehrter von den zoroastrischen Schriften war. Warum ist er zu dem Propheten Muhammad gekommen? Weil er gesehen hat, dass die Zeichen, die in den zoroastrischen Büchern Schriften niedergeschrieben waren, dass der Prophet Muhammad genau diese Zeichen aufzeigt. Zeitgleich ist es so, dass aber Leute wie beispielsweise Abu Jahl, die zu der Familie des Propheten Muhammad gehört haben, die aber Götzenanbeter waren, Polytheisten waren, die den Propheten Muhammad nicht akzeptiert haben, obwohl sie ihm sehr nahe waren, obwohl sie Familie sogar waren. Aber sie konnten es nicht annehmen und sie konnten den Propheten Muhammad als Propheten auch nicht erkennen. وقتی میفرماید در قرآن مجید میفرماید یجدون عندهم فی التورات و الانجیل، یعنی یه مطلبی در تورات و در انجیل گفته شده و در سایر کتاب‌های آسمانی یه اوصافی نقل شده که اون اوصاف در عموم کسانی که مدعی هستن یافت نمیشه، ولی در وجود رسول اکرم صلی الله یافت میشه. به همین دلیل اون اشخاصی که در جستجوی حقیقت هستند، طالب حقیقت هستند، میتونند به این ترتیب راهیابی کنند.
این مطلبیه که میگه. اما عده دیگری هم هستند که این وسیله سنجش رو دارن، یعنی اهل کتاب هستن، کتاب آسمانی دارن، این اوصاف رو هم میبینن که در اینجا نوشته شده و نوشته شده که هر کسی که صاحب این اوصاف باشه اون بس نماینده و ولی خدا محسوب میشه، با این همه نمیپذیرن. میفرماید ولما جا ارون رسول من عند الله مصدقون لما معهم، یعنی اوصافی داره که تصدیق کننده توصیفاتیه که در کتاب خدا نوشته شده. اون کسی که میگه من رسول خدا هستم، ولما جا ارون رسول من عند الله مصدقون لما معهم نبد فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون. اینا میبینن این اوصاف رو، میبینن که انطباق داره با پیغمبر خدا این اوصاف، میبینن که با ولی خدا انطباق داره، اما چیکار میکنن؟ نبد کتاب الله وراء ظهوره، این دازن کتاب خدا رو پشت سرشون که انهم لا یعلمون، مثل که نمیفهمن که انهم لا یعلمون، یه جوری رفتار میکنن مثل این که نمیفهمن، یه جوری رفتار میکنن مثل این که نمیدونن، مثل کسانی که نادانند رفتار میکنن. یعنی اگر بت پرستان که باوری به خدا ندارن و هیچ مناطی برای سنجش ندارن نسبت به رسول اکرم راه انکار در پیش بگیرند، برای اینه که اونها لایعلمونن، نمیدونن. اما کسانی که میدونن و اینجوری رفتار میکنن که انهم لایعلمون، اینها خودشونو به نادانی میزنند، میدونن که ایشونه، اما یه جوری رفتار میکنند که گویی نمیدونن، خودشون به نفهم نمیزنن. به این معنی نفهم چش خوب. So Said here mentions the verse of the Quran here with regard to the people of the books, like the people of the followers of Moses, followers of Jesus and other prophets. So here it says that the people, the experts, they see the signs, and from the signs they can verify the Prophet Muhammad's claim that he is a prophet. So by looking at the signs and recognizing the signs of Prophet Muhammad, they verify the validity of his claim. But there are people who are also people of the book, look at the signs, but even though they see that the signs match Prophet Muhammad's claim, they ignore the signs, right? They ignore. It's like as if they see, but they don't see. They choose to ignore the signs and for their own benefit, and they ignore the claim of Prophet Muhammad. So there are, in effect, the people like the idol worshippers who have no measuring stick, therefore they're ignorant of the signs, therefore they reject Prophet Muhammad's claim out of ignorance, because they have no means of measuring the signs that Prophet Muhammad is mentioning. But at the same time, there are people who are people of the book, and they have access to the measuring signs to verify the Prophet Muhammad's validity of his claim, but choose to ignore it, as if they didn't see the signs. So you have this difference of approach to Prophet Muhammad. So you have the people who are see the signs and accept Prophet Muhammad's validity. The people who are also people of the book, they see the signs but ignore the signs. And there's the people who have no signs, no access to any signs, and they're ignorant of any signs, and they also ignore Prophet Muhammad's message. So these are the people who are in effect and Prophet Muhammad encounters when he makes this announcement that he is a messenger of God. Man sieht also nun anhand dieser Ausführung und anhand von dem, was im Koran steht, dass es unterschiedliche Gruppen gab. Einerseits die Leute, die die Schriftgelehrten waren und die auch die heiligen Bücher ihrer Tradition hatten, also wie die Christen, Juden, Zoroastria und so weiter, die in ihren Büchern die Zeichen gesehen haben und
zeitgleich dieses als Maßstab genommen haben, um auch die Zeichen des Propheten Mohammed zu bewerten und dadurch den Propheten Mohammed als wahren Propheten gesehen und anerkannt haben. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die der Götzenanbieter, die kein Buch hatten, dementsprechend auch kein Maßstab hatten und allgemein ignorant waren, nicht wissend waren und auch keine Lust hatten, sich großartig damit zu beschäftigen. Und sie, weil sie auch gar keine, also ignorant waren und keinen Maßstab hatten, haben den Propheten Mohammed einfach mit dem Handrücken weggeschoben. Dann gab es aber auch noch die weitere Gruppe, nämlich die Menschen, die Schriftgelehrten waren und die Zeichen ihrer Bücher kannten, also sozusagen zum Volk des Buches gehört haben, wie die anderen, wie die erste Gruppe. Aber sie haben sich dazu entschlossen, diese Zeichen einfach nicht anzuerkennen, also ignorant zu sein, diese einfach zu übersehen und diese einfach als falsch abzutun. Das heißt, sie müssten es eigentlich gesehen haben, dass der Prophet Mohammed die wahren Zeichen innehält, aber sie sind einfach ignorant und haben sich dazu entschlossen, diese nicht zu akzeptieren. اینه که می فرماید لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. از لحظه ای که رسول خدا میان و اعلان میکنن که ایشون هستند که امانتدار ودیعه الهی هستند و دارای اوصافی هستند که با اون ویژگی هایی که برشمرده شده انطباق داره، یه عده‌ای که صاحب وجدانند و منات و معیار برای سنجش دارند قبول میکنند و تأیید میکنند و تصدیق میکنند و عده‌ای هستند که با اینه که علم دارند که این آقا داره درست میگه چنان رفتار میکنند که انگار نمیفهمند و عده‌ای هم هستند که اصولا مناطی ندارند برای اینکه مشخص بشه که چی کار باید بکنن یا نکنن. اینها رو ما مشاهده میکنیم که در اینجا قرآن مجید بیان میکنه. به چه کیفیتی بیان میکنه؟ یعنی میخواد بگه که اگر یک ولی خدا اومد و گفت من صاحب نص هستم، صاحب نص مکتوب هستم و دارای معجزه هستم، مثلا معجزه میکنه، این نتیجهش این نمیشه که به او گرایش عامه پیدا بشه، بلکه از همون لحظه دشمنی های شدیدی نسبت به او آغاز میشه. درست برعکس، کسانی که انتظار دارن که نصی ارائه بشه، اثری ارائه بشه تا حجت بالغه باشه، بیانه باشه، حتی تأتیه همول بینه، اینطوری نمیشه، درست برعکس میشه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین، جدا میشن، روبرو میستن، شروع میکنن به جنگیدن برای در هم شکستن. قرآن داره میگه. As Sayyid said, from the Quran, we understand that there are, in effect, there are three groups. In effect, there once a group of people of the books who have people of have a good conscience, and when they see the sign that Prophet Muhammad points to, and in their books they accept the Prophet Muhammad's validity of his being the messenger of God. While another people who also are people of the books, but they see the signs of Prophet Muhammad, that he's the prophet of God, but they choose to unsee it, right? They choose to ignore it. And so therefore, they in effect, they put their own interest above what the signs they see, and they choose to ignore it as if the signs didn't exist.
And then there are people who have no means of measuring the validity of Prophet Muhammad's claim because they don't have the access to the science. Therefore, they ignore his message altogether. So these are the three groups. But the other important point is that, that even if the Prophet Muhammad, his representative God, he becomes comes with a miracle, it doesn't mean that everybody out there will accept openly his mission. Because in effect, what happens is that when you come with an effect, there are people who become enemy to you, because they're out of jealousy or out of other motives, they become angry at you, and therefore they started opposing your mission, and they become opponents of you. So in effect, by showing an effect, it doesn't mean that everybody accepts the effect, but showing an effect like a miracle is a large group of people would actually become your opponents as a result of this. And this is what the Quran mentions with regard to other prophets. They came and they showed an effect, showed a miracle, but all they did is make the certain group of people even stronger, more vehemently opponents of the prophets. So these are the message of the Prophet and the Quran in regard to this fact. Wir können also zusammenfassen, dass es drei Gruppen von Menschen gab. Also einerseits die erste Gruppe, die Anhänger des Buches oder das Volk des Buches, wie die Christen, Juden und Zoroastrier, die den Propheten Mohammed angenommen haben, weil sie die Zeichen, die sie in ihren Büchern gesehen haben, genau die Zeichen sind, die sie in dem Propheten Mohammed gesehen haben. Und somit haben sie ihn als Gesandten Gottes angenommen. Dann gibt es die zweite Gruppe von Menschen, die auch das Volk der Bücher sind, die aber den Propheten Mohammed nicht annehmen wollten, weil sie einfach ignorant waren, weil das ihnen einfach nicht gepasst hat und sie dies einfach nicht wollten und sie dies einfach aktiv übersehen und aktiv ignorieren wollten. Dann gab es die dritte Gruppe von Menschen, die keiner Buchvolk angehört haben, also die Götzenanbeter und die dementsprechend auch gar keinen Maßstab hatten, um den Propheten Mohammed daran zu messen und zu sehen, ob er wahrhaftig der Prophet Mohammed war oder nicht. Weiterhin kann man hier aber auch festhalten, dass der Prophet Mohammed, so wie jeder andere Prophet vor ihm auch, gekommen ist mit einem Effekt, mit einer Auswirkung, mit einem Wunder, könnte man vielleicht auch sagen, welche er oder sie ausgestrahlt hat auf die Menschen und die Menschen diesen Effekt, diese Wirkung spüren konnten. Und viele von diesen Menschen haben diese Propheten deswegen und den Propheten Mohammed auch deswegen angenommen als Propheten. Aber viele Menschen, weil sie diesen Effekt spüren konnten, sind Gegner des Propheten geworden, weil sie dieses nicht wollten, weil sie dieses nicht akzeptieren konnten und weil sie darin eine Gefahr gesehen haben. Und deswegen eine große Gruppe entstanden ist, die wegen diesem Effekt, wegen dieser Wunder, wirklich auch Feinde des Propheten Muhammad geworden sind. یعنی وقتی ما به مسیر راهیابی سلمان پارسی به سمت حق نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم که ایشون سفر کرده بود، سیاح بود، سیر و سیاحت کرده بود در گوشه و کنار دنیا، تمام معابدی رو که سر راهش بود، تمام صوامعی رو که سر راهش بود، تمام کنیسه هایی که سر راهش بود، تمام کلیسه هایی که سر راهش بود، اینها رو یکایک رفته بود دور، مدت ها در اونها اعتکاف کرده بود. چون به عرفان رسیده بود، دیده بود اینجاها خالیه، اون کسی رو که دنبالش میگرده اینجا نیست. مدعی ها زیاد بودند، اما ایشون به عرفان رسیده بود و فرق پر و خالی رو از همدیگه تشخیص میده، تفکیک میکرد اینا رو از منات داره. بعد اومد وسط شارع مدینه، وسط خیابان مدینه، وسط بازار مدینه، اونجا به رسول اکرم برخورد کرد. چون به عرفان رسیده بود
فهمید اون کسی که دنبالش میگشته ایشونه، چون به عرفان رسیده بود حق رو از باطل تشخیص میداد. و این در شرایطیه که عیسی علیه السلام میاد، دستور بهش داده میشه که بگو، میگه انی عبدالله، خودشو معرفی میکنه که انی عبدالله، من عبدالله هم عیسی، آتانی الکتاب، این نص منه، صاحب نصم، و جعلنی نبیا، و نبی خدا هستم. شروع میکنن دستبندی کردن که زودتر سرشو ببرن، به دارش بکشن، به صلیب بکشن. یعنی میبینن نصش رو، میبینن اثرش رو، میبینن اوصافش رو، میخوان بکشنش، از بین ببرنش. یعنی معطل دیدن اینا نیستن برای اینکه ایمان بیارن، وقتی اینا رو میبینن میخوان بکشنش. یا یحیی، یا یحیی خود الکتاب به قوه و تیناه و لکمه سبیا، ما بهش حکم دادیم، خود الکتاب به قوه، بگیرین نسو، تربیتش کن. چیکاریه؟ و اون ایشون مد گفت آقا من صاحب نسم، صاحب سر زرب، سرش رو از بدن مقدسش جدا کردن، گذاشتن تو سینه، بردنش برای حاکم روم. پس این نیستش که فکر بشه که اگر یه بابایی بیاد بگه آقا من نس دارم، دیگه همه این مسائل حل میشه. اصلا اینجوری نیست. اصلا اینطوری نیست. یعنی اون نکته لاینحلی که اینجا وجود داره، اون قامزهی که اینجا وجود داره، بر سر اینه که یه عده‌ای نمیفهمن، یه عده‌ای خودشونو به نفهمی میزنن، کما اینکه در قرآن، و اون وقت اینا دستبندی میکنن، توطئه میکنن، طراحی میکنن. وقتی پیغمبر مأمور شدن که بفهم، خطاب به یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، فوری شروع کردن دستبندی کردن چجوری ایشون رو بکشن. از این روشن‌تر چجوری میشه بیان کرد مطلب رو؟ میشه بیان کرد؟ بفرم. استاد mentions Salman al-Farsi. So he said that if you look at his life, this was a spiritual man who had developed his inner senses, and he went around traveling extensively looking for the presence of God. So he went into the Zoroastrian temples, he went to the churches, he went to the monasteries, he went to the Jewish temples, looking always for the presence of God. And every time he saw somebody who made a false claim, because he had reached the point of inner senses, he would reject them, because he had a means of measuring the validity of the claim of anybody who said, I'm a presence of God. So in this way, he rejected everybody. But using this method of measurement, he ended up in Medina, and one day he saw Prophet Muhammad speaking, and from that, from his inner senses, he understood that Prophet Muhammad is a true messenger of God. So he, because he had this, developed his inner measurement, he could foretell who was a false messenger and who was a true messenger. And when he came across the true messenger, he accepted the message of Prophet Muhammad and became his student. But at the same time, There are people who actually, when you show them the truth, the effect and signs, they reject it. So, for example, look at the life of Prophet Jesus. He said, he came and he said, I am the Abdullah, I am the servant of God, I am the messenger of God, and this is my spiritual authority, which he showed, and this is my effect. So when he showed all this, it didn't mean everybody became all his students and followed him. No. A certain group of people started to become his opponents, and vehemently became opponents and wanted to kill him. So in effect, by showing effect and by showing his special authority, he created resentment in a group of people and became opponents, and they wanted to destroy him.
This idea that somebody comes and shows the spiritual authority and has effect will unify whole society is not true. It doesn't happen this way. When somebody comes with a spiritual authority and effect, what happens is that the group of people who are ignorant of the signs, and together with the people who know the signs but choose to ignore them, come together collectively to destroy the person who is a representative of God, as shown by in history, and in the case of Prophet Jesus and in case of the Prophet Muhammad. And so these are the people, in effect, that come together, the people who are ignorant of any older signs, and those people who choose to be ignorant, i.e. close their eyes to the signs, come together in order to destroy the messenger of God. So this is what happens when a person comes with the validity and the sign. And an example, another example Seth gave was John the Baptist, who was the prophet of God and with a special authority. And in effect, this by displaying this, in effect, the people got together in order to kill him, and he became a martyr. So this is the case that exists. So to people should not think that somebody comes with effect and with a special authority that everything would be all unified and would be great. It's not the case, as history has shown. In effect, it creates a group of people against the representative of God and who are his opponents and vehemently want to destroy the prophet of God or the messenger of God who is there to guide people. Und wir sehen beispielsweise bei Salman Farsi, der innerlich seine inneren Sinne entwickelt hat und seinen inneren Maßstab entwickelt hat durch spirituelle Arbeit. Und er dann auf die Suche gegangen ist nach dem Repräsentanten Gottes. Und er war in den Kirchen, in den Synagogen, in den Tempeln. Er war überall und hat nach dieser Person, also nach dem Repräsentanten Gottes, gesucht. Weil er aber diesen inneren Maßstab hatte und diese inneren Sinne hatte, konnte er all die Menschen als falsche Propheten erkennen und konnte dementsprechend dann diese Menschen links liegen lassen und weiterziehen, bis er dann irgendwann mal eines Tages nach Medina gekommen ist und den Propheten Muhammad gesehen hat. Und durch seine inneren Sinne und durch diesen inneren Maßstab konnte er dann sehen, dass er endlich den Repräsentanten Gottes, den Propheten Gottes gefunden hat in Muhammad und sich ihm dann anschließen konnte. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass beispielsweise, wenn eine Person wie der Prophet Jesus kommt und all diese Effekte, all diese Wunder hat und all diese Dinge den Menschen aufzeigt, dann bedeutet das in keinster Weise, dass alle Menschen sich dann dieser Person anschließen, dem Repräsentanten Gottes anschließen, sondern eher im Gegenteil, wie wir es bei Jesus gesehen haben, sehen wir, dass sogar eine große Herrscher von Menschen sich gegen ihn verbünden. Also auf der einen Seite die Schriftgelehrten, die einfach nur ignorant sind, auf der anderen Seite aber zusätzlich auch noch die Götzenanbieter, Anbeter, die versuchen sogar einen Menschen wie Jesus umzubringen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch weiter, dass beispielsweise wie bei Johannes des Täufers diesen Menschen es teilweise sogar gelingen kann, dass sie so eine Person umbringen können. Weil so eine Person einfach nur gekommen ist, versucht hat, die Menschen zusammenzubringen, Einheit zu erzeugen, aber die Menschen dieses nicht wollten oder viele Menschen dieses nicht wollten und so eine Person sogar umbringen können. Das heißt, was lernen wir daraus? Dass wenn ein Repräsentant Gottes kommt, ein wahrer Prophet, ein wahrer Repräsentant Gottes, dann heißt es nicht automatisch, dass alle Menschen zu dieser Person strömen werden und alle Menschen automatisch ihn als Repräsentanten oder sie als Repräsentanten Gottes annehmen, sondern es war schon immer in der Geschichte so, dass es immer Gegner geben wird aus all diesen verschiedenen Gruppen, die versuchen, die Botschaft der Einheit, die Botschaft der Liebe und die Botschaft der Hilfe dieser Repräsentanten zu zerstören und sogar selbst die Repräsentanten selbst umzubringen und zu zerstören. Dieses dürfen wir nicht vergessen. Dieses war schon immer so in der Geschichte der Menschheit. همچنان که می‌بینیم که مثلا در
تاریخ اسلام هم همینطوره. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنا به تأیید عموم اکثریت قریب به اتفاق گزارشگران تاریخ اسلام در حجة الوداع در ناحیه قدیر خم مسلمان ها رو عموما جمع فرمودند و اعلان فرمودند که زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد، گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست، من کنت مولا فهذا علی مولا. این رو همه شنیدند، همه شنیدند، همه شهادت دادند، همه حضور داشتند اونجا، شاهد عینی بودند، ناظر بودند. بعد از اون هم، سالها بعد از اون هم مردم جمع شدند و از حضرت علی علیه السلام تقاضا کردند که بر مسند خلافت جلوس بفرمایند و مدیریت امور امت مسلمان رو عهده‌دار بشن. خود مردم جمع شدن اونجا، رسول اکرم از طرف خداوند حضرت مولا رو معرفی فرمودند و مقامشون رو اعلان فرمودند. اینجا مردم خودشون جمع شدن و ایشون رو به عنوان مدیر جامعه خودشون، امیر جامعه خودشون، رئیس جامعه خودشون، منتخب خودشون انتخاب کردند. اینا رو همه میدونستن. اون کسی که اومد و حضرت مولا علی علیه السلام رو ترور کرد همه اینا رو میدونست، یعنی هم مقام معنوی مولا علی رو میشناخت و هم مقام سیاسی ایشون رو میشناخت، همه اینا رو میشناخت، همه اینا رو میدونست. اومد ایشون ترور کرد، غریبه نبود، بیگانگان نفرستاده بودنش، اجانب نفرست، یه مسلمان بود. پس این نیستش که نسی اگر باشه کفایت میکنه که همه در برابرش تسلیم بشن، اثری اگر باشه کفایت میکنه که همه تسلیمش بشن، نه. برای اینکه حق از باطل تفکیک بشه، نص و اثر باید باشه. اما خیلی ها هستند که چنان عمل میکنند که کأنهم لا یعلمون، با اینکه علم دارند ولی عملشون کأنهم لا یعلمونه، چیزی رو تغییر نمیده. وجود نص و اثر برای اون کسانی که به عرفان رسیدند، مثل جناب سلمان فارسی، ایشون وقتی اومد رسول اکرم زیارت کرد افتاد بیهوش شد. قرآن میفرماید ایشون کسیه که همراه با ایشون، همراه با رسول اکرم نوری نازل شده، همراه با ایشون، نمیفرماید بر ایشون. نور رو تعبیر میکنن به قرآن مجید، ولی قرآن بر رسول اکرم نازل شده. اینجا میفرماید نور الذی معه، در معیت رسول اکرمه. اون میدان جذبه ایشونه. این کافیه، این اثر کافیه که سلمان پارسی رو مجذوب خودش بکنه و میکنه. اون چیزی که سبب تصدیق قلبی سلمان پارسی میشه این نوره، این اثر. اما اون چیزی که باعث میشه که عبدالرحمن ابن ملجم دست به ترور مولای زمان حضرت علی علیه السلام بزنه، این نیست که نمیدونه که ایشون صاحب نسل جدیه، که ایشون کیه.
اثری نداره در اون. So Said gives another example in the Islamic history of this, what he's mentioning. He's saying that at the Prophet Muhammad and at the end of his mission, he collected all his followers in one place. And then that point in front of everybody, and according to all the Muslim commentaries that exist, all verified this fact that they, Prophet Muhammad gathered all his followers. And he said that whoever, I am the representative of God for them, Ali is the representative of God too. So this is the this is a statement that everybody heard, but it didn't mean that everybody followed Ali. So as soon as Prophet Muhammad died, people ignored Ali. So this is and despite what the Prophet Muhammad had said that day, and everybody recorded this. And 30 something years later, when people got together, they came to Prophet Hazrat Ali. And they chose him as the head of the society, so the caliph of the time. So the people selected him. So they before they knew that what Prophet Muhammad had said, but they ignored it. Now 30 years later, they come and ask him to become the head of society out of their own will. So despite them knowing that what Prophet Muhammad said, they ignored what Prophet Muhammad had said. 30 years later, they come and ask him to be the head of the society, the caliph of the time. But the person who killed Prophet killed Hazrat Ali, he knew all this fact. He knew that the Prophet Muhammad had said that he's representative of God. He also knew that people had chosen Ali to be the head of society, the Khalif. He knew all those, but he ignored all those. He didn't care, and he still wanted for his own purposes. He went and murdered Hazrat Ali in the mosque. So he knew the fact that he knew those things. It didn't stop him to act in the way he did. So knowing something and being heard doesn't mean that people would listen to that and follow that. No, there's other people who know the things, but still are moved by their own motives in order to destroy the representative of God. So this is a sad fact that Sayyid is mentioning. So knowing something it doesn't mean that the people will actually follow that. So there's a certain group of people who actually do the opposite. They ignore the own knowledge in order to fulfill their own motives. But the person who's reached the inner senses, developed the inner senses, like Salman al-Farsi, when he came to see Prophet Muhammad, his inner senses, his measuring stick was his inner senses. And when he saw the light that within for Prophet Muhammad, he understood that Prophet Muhammad is a representative of God. From the light emitted by Prophet Muhammad, he knew Prophet Muhammad's position. So he submitted to Prophet Muhammad. So because his inner senses, I told him this, so he had reached a point of Erfan, this knowledge by inner senses. And therefore he recognized that and he submitted. But the other people who don't have this level, even though they know that Ali, for example, is the representative of God, and he is chosen by the people, still want to murder him and remove him. So these are the facts that we should be all aware of. Okay. Und wir sehen auch, dass zu Ende der Lebzeiten des Propheten Mohammed, Mohammed all seine Anhänger zusammen geschart hat, alle sie zusammengeholt hat und zu all ihnen gesagt hat und alle muslimischen, islamischen Quellen bestätigen genau das, dass er genau dieses gesagt hat. Und zwar hatte er die Hand Imam Alis genommen und gesagt, für alle, die mich als den Repräsentanten Gottes akzeptieren, müssen auch Ali als den Repräsentanten Gottes annehmen. Und dies hat er offen gesagt. Es wird von allen islamischen Quellen akzeptiert und respektiert und von allen Quellen genauso wiedergegeben. Und dennoch ist es so, dass nach dem Tod des Propheten Mohammed die Leute erstmal andere Leute ausgesucht haben als sein Nachfolger, also des Propheten Mohammed. Und dann erst 30 Jahre danach sie dann zu Ali gekommen sind und zu Ali gesagt haben, ja, wir haben uns jetzt entschieden, dass du der Nachfolger des Propheten Mohammed bist. Das heißt, sie wussten, sie kannten diese Fakten und sie haben 30 Jahre erstmal verstreichen lassen, um dann irgendwann mal, weil es ihnen gerade gepasst hat, den Imam Ali als
Nachfolger einzusetzen. Und sogar noch schlimmer, sogar die Person, die Imam Ali umgebracht hat, sie wusste auch ganz genau, dass wer Ali war, dass er der Nachfolger des Propheten Muhammad war. Aber er hat das komplett ignoriert. Es war ihm völlig egal. Und er hatte dementsprechend dann den Mord von Imam Ali begangen. Und so ist es auch, dass beispielsweise Salman Farsi durch seine inneren Sinne und durch diesen inneren Maßstab, den er hatte, er Ali sofort akzeptiert hat und auch den Propheten Muhammad sofort akzeptiert hat und genau wusste, dass er der Nachfolger ist und dementsprechend hier sich völlig im Klaren war. Und das zeigt uns, dass es schon immer so war, dass viele Menschen, auch wenn sie wissen, wer der wahre Nachfolger ist, wer der wahre Repräsentant Gottes ist, dass viele Menschen dieses komplett ignorieren, weil sie ihre eigenen Wünsche erfüllen und ihre eigenen Beweggründe nachgehen wollen. Und all dieses ignorieren, weil sie einfach im Allgemeinen ignorant sind und diese Fakten ignorieren. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ برادر مکرم فرشاد خان بفرمید. چشم بابا. دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضی باید زدن دست دل در دامن آل ابا باید زدن لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنم دمز اوصاف ولایت با ولا باید زدن مولوایی از ولای آن ولی برکنده این تبلو در زیر گلیم آخر چرا باید زدن جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن نفس خیر المرسلین است آن ولی کردگار لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتی لا فتی لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتی لا فتی لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار برادر مکرم سعید خان گودرزی فاتحه الاولیا رو قرائت بفرمایید. چشم. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا علل خصوص خاتم انبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان
عجل الله فرجه الشریف و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راه نمایان دین و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و ازدیاد قوت ظاهر و باطن و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی الفاتح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقهی ما در اینجا اختتام پیدا کرد. حال ورزش خودمون رو آغاز میکنیم. برادر مکرم فرشاد خان بفرم. چشم بابا. آدم آمد دم دم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا او را دم دم آمد هوا او را هم دم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا او را هم دم آمد هاهو 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 هاهو
خواهران و برادران مکرم ایمانی، تا مجلس فقری دیگه انشاءالله شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. از همه شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. یا علی.